با سلام خدمت دوستان عزیز، همراهان عزیزم، شب همگی بخیر. خب شروع میکنیم در واقع بحثمون رو با صفحه 22 کتاب منشن فیلم استاسیونن. این فیلم استاسیونن من نگاه کردم، مطلبی که هستش اینه که در واقع یک نقشه این وسط هست که کشورهای مختلف رو نشون داده، مثل برلین، مثل حالا یا شهرهای مختلف، از میخوام وین، اتریش، مثل زوریخ و جای مختلف رو نشون داده و در واقع اینکه توی هر کشوری سلام رو در واقع سلام خداحافظی رو به چه صورت عنوان میکنن. من سعی میکنم براتون خلاصه وار از این موضوع بگذارم، چون مطلب خیلی خاصی نیست که شما بخواید روی تمرکز کنید. گوتن تاگ، روز بخیر، گروس گوت، سلام، زین زیدن فیلم اون اورنن زی سو ورزاک واس. خب این یه فیلم قطعا هست که شما باید این فیلم رو ببینید و در مورد این فیلم وقت به تشخیص بدید که خب کدوم یکی از اینها چی گفته، که حالا مطلب مهمی نیست. Auf Wiedersehen، Auf Wiedersehen یعنی اینا به امید دیدار، به امید دیدار. Guten Abend یعنی عصر بخیر. Guten Morgen صبح بخیر. Gruß Gott یعنی سلام، احتمالاً رو در آلمان میگن. حالا این پایین نگاه میکنم بهتون میگم، بله اینجا نوشته در منشن، بله در منشن میگم، دوستانی که در منشن هستن رو حتما میدونن، در واقع در مونیخ هستش. هالو یعنی سلام و چوس، چوس یعنی خدا حافظ. اوف ویدلوگه میتنند، اوف اینو من کاملا باش آشنا هستم، یعنی به امید دیدار مجددتون. وقتی چند نفر رو در واقع در سوئیس شما میخواید باهاشون حرف بزنید، خب یکی یکی که نمیتونید بهشون سلام کنید یا خدافظی در واقع ازشون بکنید، برای همین وقتی باهاشون صحبت میکنید، میخواید بهشون سلام بکنید، وقتی بیش از یک نفر هستن میگین هالو میتنان، همین میتنان در واقع همون کورت شده، مخفف شده یه میت، میت آن اندر هست، یعنی هم همه با هم. خب و به همین ترتیب خدا بید. خب اینا من کلمات مختلف داره اینجا، بذاری کم درستش کنم براتون. این حالو که میشه سلام، سروس اگر درست بخونم سروس، بله، و اینم که حالو، همه اینا به معنی سلام، اینا هم که سروس هست و اینا هم که توی گروس گوت این پایین نوشته شده بود، اینا هم به معنی سلام هستش و اینجا هم زوریخ که نوشته گریتسی، یعنی سلام در واقع سوئیس میگن گریتسی به جای هالو، هر دو رو میگن ولی مصطلح. خب توی قسمت دوم ایش بین فریزویغن، یعنی من آرایشگر در واقع خانم هستش داره صحبت میکنه، کجا میفهمم از این ایش بین فریزویغن زیهن زی دی رپورتاجه اون کلیگیغن اون زی اون کلیگیغن زی دی شتک بریفه. خب ببینید اینجا دو تا در واقع متن ما داریم که هر کدوم از اینها رو مده یه سری اطلاعات داده. شما وقتی که این رپورتاج رو در واقع این آگهی رو میبینید یا این اطلاعی رو میبینید، بعد راجع به هر کدوم از اینا، حالا مثلا تو شماره یک همون که حالا اسمش فامیلیش گنسر هست، این خانم یا حالا آقای گنسر هر کدومشون که هستن وقتی صحبت میکنن، خب میگه مثلا میگه ایکوان این اینجا چی نوشته؟ گیلچینگ، مثلا گیلچینگ، ولی توی اون مت تو اینجا براتون نوشته آکسبورگ، یعنی در حالی همچه اسم دیگه اینا توی اگه همچه منطقه زندگی میکنه، در صورتی که این اشتباهه، بعد خودش اومده روش رو خط کشید و گفته نه توی مت گفته اسم یه شهر دیگه بوده. و همینطور در مورد بقوف و آربایتن، این در کجا کار میکنه.
خب از اولش من بخوام براتون بگم، فامیلی نامی که گفتم براتون، نام خانوادگی وون اورت، محل اقامت، بروف، شغل، آربایتن، این. خب پس فکر میکنم اینو قبلا بهتون نگفته بودم، یه مطلب جدید امروز، آربایتن این یعنی کار کردن در جایی. آربایتن این در یه جایی میخوایم بگیم کار میکنیم. اگر بخوایم شرکت باشه چی بود؟ آربایتن بای، قرار شد بگیم مثلا سیما، مثلا اسم یه شرکت هست، میشه اگه کار کردن در جایی. ولی فرق این بای و در واقع این اینه که شما اگر بخوایم اسم شرکتی رو ببریم، حالا تا تو سطح خودتون دارم اینو میگم بهتون، فعلا در این حد اطلاعات، وگرنه باید خیلی باز کنیم مثلا. خب اگر بخواید در شرکتی بگید من با فلان شرکت کار میکنم، باید حتما بای مثلا اسم شرکت رو بگید، حتما حرف اضافهش باید بای باشه. ولی اگه بخواید در فلان جا کار میکنم، در این سوپرمارکت کار میکنم، در این آرایشگاه کار میکنم، حتما باید از حرف اضافه این استفاده بکنید. بعد خب اینجا بودیم، آلتر یعنی سنش که گفته زیبن سپنسیک اوند فامیلی نشتند، وضعیت تأهل، اینا رو بهتون گفته بودم، نیشتر حقیقتت یعنی متأهل نیستم، آنکین یک بچه داره. خب در حال حاضر متأهل نیست، یک بچه داره، و خب خودتون میدونید که در حالتهای دیگه هم ممکن هست که اصلا یه نفر متأهل نباشه، بچه داشته باشه، این مطلب ویژه ای نیست که بهش بپردازیم. خب شماره دو هم که همین مطالب، من وقت این ویدیو رو نگیرم برای تکرار اینا، همینه، فقط این شغلش اینجا مهندس هست و مهندس خانوم هست، به خاطر این آخر رو مونیخ زندگی میکنه و فامیلی نشتانش هم که گشیدن هست، یعنی طلاق گرفته. خب بخش بعدش داشتیش ماینه فامیلیه زین زیدی فوتو ستوری اون اردنن زی سو. خب ببینید من اینجا نگاه کردم، متاها مسئله اینه که اگه من بخوام الان بیام با شما این کار بکنم، این قسمت رو میبینید، من دونه دونه واسه تون ترجمه میکنم که البته ترجمهش هم هیچ چیز پیچیده نیست و تا الان هم همه رو داشتید، ولی براتون دونه دونه ترجمه میکنم و شما باید ببینید این جملاتی که من مثلا براتون ترجمه میکنم که اینجا پراکنده نوشته شده، بذاری من این رشت سفر کوچیک کنم ببینید چه پراکنده، همه اینه که این دور و اطراف این عکس ها پراکنده نوشته شده، به خاطر اینه که شما مرتب کنید. مثلا ممکنه در این تکست برای هر عکسی مثلا 3 تا جمله برای این، 4 تا برای این و 5 تا برای این باشه، یا 5 تا برای این، 4 تا برای این باشه، مهم نیست، مهم اینه که میخواد معرفی کنه که هدف از این بخش اینه که میخواد بگه خب ایشون فلان کس هست، بعد راجع به اون کس شروع کنه توضیح دادن تا حدی که ما اینجا با هم دیگه کار کردیم. خب این میگه داستیس من فاتر، نکتش چیه؟ داستیست شما میدونید اینو. حالا من جملات رو دارم پراکنده براتون میخونم، فقط زی بنون بزن دورش کنم این رو که راحت باشید. خب زی ایست زی بنون فونسیک، او 57 سالش هست، مسلمن اینجا داره راجب خانم صحبت میکنه چون زی هست آرتیکلش یک نفر و راجب یک نفر چون ایست هست. این اون چیزهایی که من میخوام شما بدونید. ماین فاتر پدر من، چی باید بدونید اینجا؟ چرا ماین؟ چرا ماینه؟ نه فاتر آرتیکلش در. لفت زندگی میکنه، فرق شده دیگه، زندگی میکنه، به جای ار اومده دیگه، یعنی میتونست به جای ماین فاتر بیاد ار. ار چی میشه وقتی صرف یه لفت؟ ماین فاتر لفت یست در حال حاضر یا الان این نیویورک، در نیویورک زندگی میکنه. ما داشتیم دیگه لیبن این وونن این، درست شد؟ این مهمه، لیبن این. شما باید حرف اضافه ها رو بدونید، بدونید چرا ماین و اینکه همین و صرف فعل رو در واقع بدونید. فعلا زی ایست امریکانقیم دوباره داره راجع به یه خانم صحبت میکنه چون ایسته و زی هستش و امریکانقیم یعنی امریکایی هست. خب زی وونت
Sie wohnt auch in New York. خب این auch که آورده یه نشونه به شما میده، انگار قبلا auch یعنی همچنین، این رو میدونستید. خب میگه او زندگی میکند همچنین در نیویورک. خب این یعنی چی؟ یه سیگنال به شما میده که خب قبلا راجع به یکی صحبت کرده، گفته اون نیویورک زندگی میکنه، بعد حالا اومده راجع به یکی دیگه هم داره صحبت میکنه، میگه این هم در او هم در نیویورک زندگی میکنه. پس این باید بعدا کار خودتون هست پیداش کنید. خب meine Mutter و بدونید چرا ماینه تکرار نمی کنم دیگه، lebt hier in Wien یعنی زندگی میکنه اینجا، hier یعنی اینجا، در وین در اتریش زندگی میکنه، در وین زندگی میکنه. زی leben jetzt میگه آنها زندگی میکنن. الان میگه چرا گفتی آنها؟ برای که لبن هست دیگه، یادتونه بهتون میگفتم اول که با هم ضمایر فاعلی و صرف فعلا رو کار میکردیم، میگفتم دوستان نگران نباشین تو جمله اینا رو متوجه میشین. حالا به اون جا رسیدیم، زی لبن یتس، زی لبن یتس یعنی اونها زندگی میکنن الان، یتس دقیقا یعنی الان، الان در حال حاضر، این گراتس، این گراتس حالا فکر میکنم شنیده باشم یا نمیدونم، فکر میکنم یکی از شهرهای مهمه در واقع اتریش هستش. خب من از اولم جغرافیام خوب نبوده. خب میریم قسمت بعدی، برای اینکه طولانی نشه اجازه بدیم من برم بعد این ترجمه داره، میریم پست بعدی خدمتتون هستم. خدا نگهدار.